67 پدر من هم اعدام شد با وجود داشتن حکم. چه زمانی این اتفاق افتاده؟ چه موقع این دادگاه تشکیل شده؟ و به چه جرمی دوباره کسی رو که دارای حکم بوده محاکمه کردن و محکوم کردن و بهشون تهمت زدن که در یک درگیری هایی که اصلا بیرون از زندان اتفاق افتاده اینا سهیم بودن و دست در کار بودن، ما خبر نداریم، کسی به ما اطلاعاتی نداده. تا 28 آبان هر روز خانواده من به در زندان میرفتن و تا 28 آبان هر روز به اینا میگفتن که امروز ملاقات نداریم و بریم فردا بیاید. در صورت مادر من مستصل دوباره برمیگرده میره به زندان، اونجا با دفتردار لونا پارک به اسم ایزدیار صحبت میکنه. ایزدیار رجوعش میده به یه کسی که در دفتر زندان اوین کار کرده که میگه معرفیش میکنه به اسم حاج عباس. مجبور میشه بره حاج عباس رو ببینه و حاج عباس میگه ما به شما قول میدیم که به زودی بهتون خبر میدیم. روز اول آذر زنگ میزنن به منزل ما و به مادرم میگن که سوم آذر میای به کمیته سعدآباد با یک مدرک شناسایی که خودتو که معرفی میکنی کی هستی و در ضمن یک مدرکی که نشون بده که تو همسر رحیم شمسی هستی برای گرفتن لباسهای شوهرت. وقتی مادرم اونجا میره ممانعت میکنن، میگن که تو باید یک مرد همراه خودت بیاری. مادر من اونجا میگه که شما مرد من رو کشتین، من مرد دیگه ای ندارم همراه خودم بیارم. دو ساعت و نیم مادر من مصاحبه میکنن و در این تعهدنامه این بوده که شما حق ندارین که سوگواری بکنین، حق ندارین که مراسمی برای شوهرتون برای پدرتون برگزار بکنین و اگر که نمیدونم کسی از گروهک ها به منزل شما رفت آمد میکنه باید بیایید تحویلش بدید، از اینجور مزخرفات. مجبور میشه که این تعهدنامه رو امضا بکنه. بعد یک ساک لباس و یک کیسه که توش انگشتر و ساعت پدرم بوده بهش تحویل داده میشه. بعد از یک سال دوباره تماس میگیرم با خانواده ما و بعد از یک سال گواهی فوت پدرم رو میدن که در این گواهی هم قید نشده که اینا پدر من رو کشتن. محل به اصطلاح مرگ هم قید نشده که در زندان بوده. در به اصطلاح یک سال بعدش برزاد میگم خانواده ها ول نمی کنن. آقای گالیندوپول که در اون زمان مسئول کمیسیون ویژه سازمان ملل در زمینه امور حقوق بشر بود به ایران سفر میکنه برای بازرسی. خانواده ها اونجا جلوی دفتر سازمان ملل فکر میکنم توی خیابون آرژانتین قرار داره، من خیلی سال ایران نرفتم به خورا آدرس ها از حضور از ذهنم باک شده، اونجا میرن به اصطلاح موفق میشن که یکی از مادرها رو با نامه هایی که همشون نوشتن و اظهار نامه هایی که همشون کردن به دست آقای گالیندوپول برسونن. ما مستحصل بودیم، یک زندگی دوگانه داشتیم در این زمان. ما یک زندگی داشتیم که باید بیرون به جامعه نشون میدادیم، در مدرسه، در محل کارمون، در اجتماع، و باید دروغ میگفتیم. اگر میگفتیم که پدر ما زندانی هست، اگر میگفتیم که پدر ما اعدام شده، ما را از مدرسه هم رامون نمیدادن، ما از همه حقوق محروم بودیم. بعد یک زندگی دیگه داشتیم که در منزل بود و جلوی در زندان، اونجا ما آزاد بودیم، اونجا میتونستیم حقیقت خودمون رو بگیم. و دوران خیلی سخت و سیاهی بود برای خانواده ما. If he suffered again, your father, in prison when he came back after his stay in the hospital, why was he brought again to the hospital if he had been taken the first time? بسیار سوال خوب و به جایی بود. این اتفاقا یکی از سوالای ما هم بود، به خاطر اصلا معمول نبود که اجازه بدن که برم.
و من وقتی که برای شما توضیح دادم که این به خاطر تلاش‌های روز و شب مادرم بود، واقعاً به خاطر تلاش‌های روز و شب مادرم بود. مادر من خودش در بیمارستان کار میکنه، در امور پزشکی کار میکنه. یکی از پزشکایی که از همکاران نزدیک مادر من بود که خودش چند سال در زندان عادل‌آباد شیراز بوده، قبول کرد که این کار رو بکنه و اون روز همراه مادر من به بیمارستان رفت. من اسم این پزشک رو اگر بخواییم بعداً در اختیار شما میذارم، شاید اینجا لازم نباشه که رسماً اعلام بکنم. وقتی اون روز مامانم میگه به اتفاق این دکتر به در زندان قزل‌حصار رفتیم و کارت برای ورود براش گرفتیم، صبح خیلی زود ما اونجا رسیدیم و از صبح خیلی زود این دیگه بیرون نیومد تا ساعت 5:30 بعد از ظهر، 4:30 بعد از ظهر اینجورا. وقتی بیرون اومد حال خود دکتر خیلی بد شده بود و گفته بود من فقط شوهر تو رو اونجا ویزیت نکردم، بلکه کلی از زندانیای دیگه رو هم من ویزیت کردم و نسخه نوشتم و یک کتابچه نسخه به مادر من میده که مادر من با این نسخه ها تهیه میکنه این داروها رو و دوباره میبره برای زندان و ازش قبول میکنن به خاطر که تشخیص اون دکتر بوده. ولی اون دکتر و یه تیم پزشکی، یه کمیسیون پزشکی این نظر رو میدن که ما بیماری این آقا به قدری شدید هست و به قدری حاد هست، مزمن هست بیماری هاش، به قدری در اثر شرایط بد بیماری هاش عمیق و زیاد شده که غیر ممکنه که با دارو و در زندان معالجه بشه و این ممکنه که بمیره، به مرگش انتها پیدا بکنه. به این دلیل و با تلاش و با تلاش های مادرم و وساطت آقای منتظری و با اینکه وسیله مالی رو نمیدونم اینجور چیزا خواستن، حاضر شدن که این با وجود 5 نگهبان پدر من رو بیارن اونجا. من این نکته رو برای شما بگم که اونجا بهترین موقعیت بود که ما پدرم رو از اینها فراری بدیم و شرایط فرارش رو هم مهیا کرده بودیم، ولی پدرم قبول نکرد که این کار رو بکنه به خاطر اینکه گفت من اولین کسی هم که این اعتماد شده و اومدن اینجا و بقیه در زندان حالشون خیلی بده و همه احتیاج دارن به این که از این موقعیت بتونن استفاده بکنن، بتونن که مورد مداوا قرار بگیرن و من نمیخوام از این اعتماد سوء استفاده بکنم و بقیه کسایی رو که در زندان هستن از این داشتن این شانس محروم بکنن. به همین دلیل برای من آخرین نامه‌ای که نوشتیم بود که من با خوشبختی و با شادی به زندان برمیگردم و کاملا هم از زندگی راضی هستم. So he was taken care of by the doctor in prison. یک بار. The same doctor also took care of other prisoners. Did some other prisoners go to the hospital after this precedent of your father to be helped because of their own condition? من دقیق اطلاع ندارم که آیا بقیه هم تونستن برن یا نه. واقعیتش اینه که دقیق اطلاع ندارم. Bad physical condition. بله دکتر به خاطر البته اون دکتر در اون کمیسیون پزشکی من فکر نمی کنم که این جرأت رو کرده باشه در ایران که بگه که به خاطر شکنجه هایی که شما به این بیماری دادید، ولی اونو قید کرده بودن که به خاطر شرایط زندان اینجور بیماری ها به این صورت مطرح شده بود، به خاطر شرایطی که درش قرار گرفته، ولی اینکه مستقیما بنویسه به خاطر شکنجه نه. به مادرم البته که گفته بود، ولی نه اینکه در اون کمیسیون پزشکی. شما باید متوجه باشین که من از یک کشوری میام که حکومت دیکتاتوری داره. در یک حکومت دیکتاتوری همه چیز واضح و راحت به این راحتی که امروز من و شما با هم صحبت میکنیم مطرح نمیشه. ما اونجا یک ضرب المثلی داریم که میگیم دیوار گوش داره، دیوار موش داره، موش هم گوش داره. یعنی تو حتی توی اتاق تنها هم که صحبت میکنی ممکنه که شنیده بشی. ما از یک حکومتی میگیم که از همدیگه میترسیدیم و این ترس تا به امروز هم
در ما هست. اینقدر که بعد از این همه سال که در یک حکومت در یک کشوری که در یک کشور دموکراسی ما زندگی می‌کنیم، من در انگلیس زندگی نمی‌کنم ولی به هر صورت هر جایی زندگی می‌کنیم، هنوز برامون سخته که راجع به بعضی از مسائل راحت به اون راحتی که شما صحبت می‌کنید صحبت بکنید. و شما می‌تونید تصور بکنید که در ایران در اون شرایط یک همچین دکتری چه ریسک بزرگی کرده، چون این ریسک میتونست منتهی به این بشه که اصلا همون تعهدنامه پزشکی رو که اون یک روزی قسم پزشکی خورده رو ازش بگیرن. و ما از این کشور صحبت میکنیم. Thank you very much.